I've never felt that before. Clem? وقتی میگیم مناسبات زن و مرد در سینما، مقصودمون یه بحث تخصصی سینمایی نیست. اصراری هم نداریم تخصصی باشه. اگه فیلمی ببینیم که شغل یا زندگی شخصیت اصلیش درست مثل ماست، در موردش کنجکاو میشیم. این کنجکاوی ربطی به علاقه یا بی‌علاقگیمون به سینما نداره. مناسبات زن و مرد در سینما هم درست همینطوره. اگه در مورد فیلمهاش کنجکاو میشیم، به این دلیله که خودمون تجربه‌ها و خاطره‌هایی در این مورد داریم. توی هر قسمت از این برنامه‌ها گاهی هم سری به ادبیات می‌زنیم، چون به هر حال ریشه همه مسائل انسانی ادبیاته. بازم از زنت برام بگو. چرا؟ چون دوست داری به یاد بیاریش. همین کافیه بدونی چقدر دلت براش تنگ شده. توی این قسمت میخوایم نقش خاطرات رو در مناسبات زن و مرد بررسی کنیم و روی چند نمونه سینمایی خاص متمرکز بشیم. توی این برنامه ها گاهی به آنچه در محیط مجازی راجع به مناسبات زن و مرد نوشته میشه اشاره میکنیم. یکی از چیزهای رایج اینه که قسمت آزاردهنده یه رابطه تموم شده رو خاطرات اون رابطه میدونن، در حالی که وقتی رابطه جریان داره از همین خاطرات تغذیه عاطفی میکنیم. با یکی از فیلم‌های مربوط به گنجینه سینمایی خودمون شروع کنیم. در فیلم کپی برابر اصل، یکی از آخرین ساخته‌های آقای کیارستمی، زن به نقطه‌ای میرسه که همه برقرار موندن رابطه براش در این خلاصه میشه که مرد از هتل محل ماه عسلشون چی به یاد میاره. Celui-là. Tu te rappelles? Non. Tu te souviens pas? Tu te souviens de rien? C'est quand même fou que t'aies oublié. Bah viens. Viens, viens regarder par ici alors. اغلب خانم‌هایی که بیننده مان به زن حق میدن و بیشتر آقایون احتمالاً فکر میکنن که به یاد نیاوردن اون هتل نشون دهنده بی‌علاقگی مرد نیست. اینا نشون میده که ایده آقای کیارستمی در این که روابط کپی برابر اصل همدیگه‌ن چقدر درست بوده. این دست و طرح آقای کیارستمی است برای تیتراژ فیلم به همین سادگی. فیلمی درباره زنی از طبقه سنتی که احساس میکنه شوهرش دیگه او رو نمیبینه و از جمله دلایلش فراموشی تقویم رابطه توسط شوهره. روز آشناییمون اونقدر برف میبارید که تمام لباسم سفید شد. حتی در اتاقهای تاریک دلم هم برف میبارید. فوق‌العاده است. چرا ادامه ندادیش؟ این احساس دیده نشدن در زن وقتی به اوج میرسه که شوهرش یک سالگرد مهم رو به یاد نمیاره. تاهر امروز چنده؟ ده 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 چکار میکنن اینا؟ چطورمون با این سر صدا شد؟ چطوری شب بخوابم مثلا؟ فیلمنامه به همین سادگی کار مشترک کارگردانش رضا میرکریمی و شادمهر راستینه.
با شادمهر راستین بارها بحث میکردم درباره این که من معتقدم این سال روزی که مرد فراموش کرده روز آشناییشونه و او میگفت من خودم فیلمنامه رو نوشتم و مقصودم سالگرد ازدواجشون بوده. الان که 12-13 سال از ساخت اون فیلم میگذره، هر کسی با یه ریمایندر، با یه جا یادداشت کردن، یاداوری های فیسبوک و اینستاگرام به یادش میاد که سالگرد ازدواجشه. ولی آیا تقویم رابطه رو از بر کردن به تنهایی نشون دادن اینه که هنوز عواطف توی رابطه جاریه؟ شاید تا اینجا اینجوری به نظرتون بیاد که من مخالف اهمیت تقویم روابطم، اما ارزش خاطرات یک رابطه عاطفی اونقدر زیاده که معمولا آخرین امید بازگردوندن حافظه افراد مبتلا به آلزایمر به حساب میاد. گفتیم گاهی گریزی میزنیم به ادبیات و الان وقتشه. داستان آسمان سیاه شب نوشته جرمی کین که توسط خانم مژده دقیقی در مجموعه داستانی به نام اینجا همه آدم ها اینجوریان به فارسی برگردونده شده همینو مطرح میکنه. مرد سالخورده ای همه چیزو غلط به یاد میاره، اما خاطراتش با همسرش با جزئیات تمام در ذهنش زنده است. دورتی دورتی بر اساس همین داستان بهروز افخمی در کانادا فیلمی ساخت به نام بلک نویز. بلک نویز یک اصطلاح فنی متخصصین صداست به معنای نوار کاستی که چیزی روش ضبط شده، ولی این چیز در واقع سکوت اطرافه. نوار از حالت خام در میاد، اما اون چیزی که روشه معنای مشخصی نداره. تمثیلی از وضعیت ذهن یک آدم مبتلا به آلزایمر. اما ما به نظرمون میاد که خاطرات روابط عاطفی اینگونه نیستند. نکته ای که خانم گلی ترقی در داستان درخت گلابی در مجموعه جایی دیگر بهش پرداخته. راوی میگه همه چیز در ذهنم از نوجوانی مبهم ثبت شده جز چهره کسی که دوست میداشتم. احتمالاً بعضی از مخاطبای این برنامه جز نسل امروزن. گاهی پیش خودم فکر میکنم اگه از این نسل سوال کنیم برداشتش از فقدان توی رابطه عاطفی چیه، به اصطلاح کات کردن فکر میکنه، در حالی که از دست دادن به معنای مرگ یار تلخترین نوع فقدان توی رابطه عاطفیه. تو بخش قبلی به این پرداختیم که گاهی تلاش برای برگردوندن حافظه از طریق یادآوری خاطرات عاطفی اتفاق میفته و الان به فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی اشاره میکنیم که مرد تلاش میکنه زن از دست رفته رو با یادآوری خاطره عاطفی بازگردانه. آمدن پایان فیلم گذشته در انتهای این قسمت مقداری احساساتیش کرد. هرچی باشه به قول آقای کیارستمی همه ما گوشه سینمون یه قلب هندی داریم. سوال اصلی قسمت بعدی این برنامه ها اینه: آیا خاطرات خوب یه رابطه رو خیلی زیبا میکنه، یا وقتی یه رابطه خیلی عمیقه خاطراتش زیبا جلوه میکنن؟